این میوه و شیرینی رو از اونجا هم میتونستیم بخریم. حالا تو ماشین ما بشینیم یا این وسایل رو بذاریم؟ خب یه ماشین بزرگتر اجاره میکردی. باید اتوبوس اجاره میکردم. اصلم کجاست؟ اصلم بیا درو ببند، ما داریم میریم. مامان اون بالاست. مامان من میگم اصلمو تنها نذاریم، یه وقت یه اتفاقی میفته من اینجا پیشش میمونم. خب چی میخواد بشه؟ تا وقتی ما برگردیم دوباره مثل قبل میشه. اون عادت داره همیشه نگرانی علکی برامون درست کنه. بریم مادر. اصلم یلا بیا درو ببند. مابات رفته با یکی در مورد ازدواج حرف بزنه. هنوز خواستگاری هم نیومده. ببین من که نمیتونم مانع بابات بشه، ولی اگه یه خواستگار دیگه هم همزمان بیاد پس میتونم راضیش کنم که بهش فکر کنه. بعدن نگی که بهت نگفتم یا این که عجله دارم تو رو از این خونه بفرستم بری. فرصتت خیلی کمی. بهش بگو بیاد خواستگاری. بفرما بگیرش، امروز زینبم خونمون اومده. آره داداش، معلومه که امروز باید میومد. پسر بشرا رو صدا بزن بیاد از عمش استقبال کنی. نه مادر بزرگ، باید از جاریش هم استقبال کنه و همچنین از زینب خواهر شوهرش. حالا بشرا هم میاد، برید داخل بشینید من ببینم امجد کجا مونده. باشه داداش، بیاین دخترا، بیاین بیاین. گریه نکن گریه نکن عشرت. بله ماما. اینو ببر خودشو خیس کرده، عوضش کن و بیارش. گریه نکن، بیا بغلم، آروم باش آروم. وای خسته شدم مامان. زنده باشی سلامت باشی. خیلی رنگ پریده است. چم از پری روز تب داره. بیا من با تو خیلی حرفا دارم که بزنم. بیا بیا بریم. خب مامان دیگه چطورین؟ خوبم خدا رو شکر، صحیح و سالم. یه چیزی بخور، امروز خونتون کسی نیست، گوش نمیمونی ها. دیگه گرسنگی و تشنگی حالیم نیست، نمیدونم چه تاریخی و سهروسی میذارن. به به آفرین، تو نگران اینی که کدوم تاریخ میخوای ازدواج بکنی؟ اصلا برات مهم نیست عروس کیه، راکشی باشه خب یا... خب دیگه چی کار کنم؟ روک و پوسکنده مخالفت کردم، هیچکی به حرفم اهمیت نمیده. ندیم دوست عزیزم، یه کاری برام میکنی؟ بگو داداش، جونم هم میدم. میخوام راکشی ببینم، فقط برای چند دقیقه، یه بار میخوام ببینمش. اگه نبینمش ممکنه شجاعتم از دست بدم، و اگه شجاعتم از دست بدم پس چجوری بجنگم؟
یه بار اگه ببینمش جون تازه میگیرم. کاری کن ببینمش. چجوری این کارو کنم؟ ببین اون حاضر نیست بیرون همو ببینه. روی تراس هم نمیاد. حالا فقط یه راه مونده. اگه اون واسه دیدنم اونا بیاد خونتون و من چند دقیقه اونجا ببینمش میشه. قبلنم بهت گفتم خواهر منو قاطی این چیزا نکن. این عشق دختر همسایه و پسر همسایه یه روزی معلوم میشه و من اصلا نمیخوام خواهرم بدنام شه. ندیم داداش تو بار آخره میگم خواهر منو قاطی این مسائل نکن. غیرتم اجازه نمیده. ندیم منا مثل خواهر خودمه. دهن منو باز نکن. من حرفاتو یادمه. اگه با غیرت بودی پس خواهر خودتو. همه بی غیرت نیستن. خفه شد. بی غیرت بی حیا کمک میکنی یه مرد غریبه با خواهرت ملاقات کنه؟ آره بلش کنم جدو بچه هست. بچه هست؟ مگه نمیدونه خواهرش با اون مفنگی چه دست گلی به آب میده؟ آدمت میکنه. نه خیر داداش. این راز نگهدارشو بهش کمک میکنه. خیلی دلم میخواد قبل از زینت اینو بکشم. دیگه از شرمندگی سرمو نمیتونم بلند کنم. این از جلوی چشم دور کن. برو ببینم پسر یه احمق. حقت تو همین حیات چالت کنم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. تجھ سے ہی پھر اپنی پہلی سی محبت مانگ